در رابطه با این مسئله که یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن بعد که ظلم فراگیر شده. این سوال هست همیشه، خب ظلم که گرفته حضرتش نمیاد، این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن، مردم خسته بشن دیگه، بگم بابا همش دروغ و باید از طرف خدای کسی بیاد، این ظلم ها رو جمعش بکنه. ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. ببینید وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت. اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آب اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن، احساس ظلم نمیکنن، خوشن با همین ظلم، خوشن، خو کردن، یعنی بفهمن، اثبات بشه برشون که در ظلمن. این همه جا رو نگرفته الان، هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمن. این باید فراگیر بشه، چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مستر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه، ما تو ظلم، اثبات بشه برشون که در ظلمن. این همه جا رو نگرفتن بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمیدیدن، یعنی خو کرده بودن، قبول کرده بودن این ظلم رو، منظلم بودن، حضرت موسی فرستاده نشد. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فلما زجو و بکو الالله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور از موسی علیه السلام رخ داد. به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟ التجا.